درود میفرستم خدمت همه شما عزیزان سی و ششمین قسمت از دوره آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی مشابه دیجی کالا با هم دیگه استارت میزنیم در این قسمت وارد پنل مدیر شدیم تا ادامه بدیم سناریویی که در قسمت قبل داشتیم روش کار میکردیم و اون هم بحث بارگذاری مدارک بود کارش در پنل فروشگاه ساز تموم شده و حالا نوبت به پنل مدیریت میرسه جایی که قرار هست تا این مدارکی که بارگذاری شده توسط فروشگاه رو تایید یا ازش بخواد صرف نظر کنه خب من به سراغ کنترلر ادمین میام البته ویوش بود می میکنم اینجا و اینجا خب میخوایم که مدیر گرامی ما آقای ادمین یک سری موارد رو انجام بده خب دوستان خوبم اگر به سراغ سرویس ها بیایم یا بهتر بگم اصلا خود اینترفیس ها بیایم آی ادمین توی قسمت استور کاتگوری میبینید که ما نمایش میدیم دیگه چیکار میکنیم یکی از اونها رو نمایش میدیم بر اساس آیدی میتونیم حذف کنیم یا آپدیت کنیم چی رو آپدیت میکنیم ایز اکتیو و میتونیم البته یک متن هم براش در نظر بگیریم خب این عملیات رو بریم و با هم دیگه انجام بدیم دوستان خوب من اول من میخوام نمایش بدم اطلاعات رو خب کدوم اطلاعات رو نمایش میده من میام سراغ ادمین سرویس و اینجا گت استور کتگوری دارم اگر بتونیم پیدا کنیم بله گت استور کتگوریز ببینید همه در واقع اونهایی رو میخوایم نمایش بده که فعال نیستن ما فعلا به اونایی که فعال کردیم کار نداریم یعنی میگیم که استور کتگوری هایی رو نمایش بده که ایز اکتیوشون فالسه خب این از این من اولین اصلاح رو در کوئریم انجام بدم چون نمیخوام این قسمتی که دارم در نظر میگیرم قسمت شلوغ باشه خب میگیم پابلیک آی اکشن ریزالت اسمش رو چی میذارم شو استور کاتگوری کاتگوریز خب ریترن میکنه ویو رو حالا مدل رو باید چی بدم میگم یک لیستی از استور کاتگوری به اسم استور کاتگوریز داری که از ادمین get استور کاتگوریز هست و همین بزرگوار رو هم اینجا مقدار میدیم خیلی خوب راست کلیک اد ویو یک ریزر ویو ریزر ویو البته بگیم بهتره و حالا اوکی رو میکنیم و منتظر میشیم تا اسکافولدینگ برای ما این ویو رو بسازه خب دوستان ویو ما با کمی تاخیر الان باید ساخته بشه منتظریم همچنان خب بچه مدل چیه؟ یک لیستی از استور کتگوریه بنابراین چون لیسته میگم آینام ریبله از دیجی کالا پروژم دیتا اکسس لایر انتیتیز استور کاتگوری خیلی خوب مدارک فعال یا تایید نشده خب چی بذاریم میایم از یکی از نمونه هایی که از قبل داشتیم استفاده می کنیم. از چی استفاده کنم به سراغ ادمین میام به سراغ کتگوریز میام و از این عزیز بزرگوار استفاده می کنیم ها رو هم می من کلش رو کپی میگیرم اینجا پیس می کنم دوستان خیلی اونقدری قطعا نمیشه که نیاز به جستجو داشته باشه بنابراین من به جای باکس جستجو می نویسم مدارک در انتظار خب این سمت چی می این سمتم چیزی نمیخوایم من کامنت میکنم چون جدید رو خودش نمیزنه خب چیا رو میخوایم نشون بدیم توی استور کاتگوری چه فیلدایی قرار گرفته من همون فیلدها رو میخوام نشون بدم خیلی خب خیلی ساده من کافی بیام سراغ انتیتی استور کاتگوری میام میگم که یوزرم هست دستبندیش هست تاریخ و الباقی ماجرا خب بچه ها من باید واسه اینکه به در واقع اسم یوزر و اسم دستم دسترسی داشته باشم باید به کوئریم حتما اینکلود بزنم چون خاطرم نیست میام یه بار بررسی میکنم گت استور کاتگوری رو پیدا میکنم اینجاست میبینم که بله اینکلود هم نزدم پس اینکلود هاشو میزنم میگیم که اینکلود بشو با یوزر با عضو میخوام با کاتگوری و حالا در واقع با یوزر هم باید اینکلود بشه پس اینکلود شو با استور خیلی خوب سیف خب دوستان چرا اینکلود رو زدیم؟ الان من دوباره توضیح میدم در جایی که قرار ازش استفاده کنیم خب چه چیزایی رو نشون بدیم؟ اول میگیم از مدل دیت رو بذار تاریخی که ثبت کرده بعد چی میگیم؟ بعد میگیم از مدل دات اسم فروشگاه پس میگم از استور دات نیم اگر اینکلود نزنم بهش دسترسی ندارم بچه ها توی ام وی اینجوری نبود توی کور با حتما این کار رو بکنید و حالا هم میگم از کتگوری چه اسمی رو انتخاب کرد در واقع چه دسته ای رو انتخاب کرده نیمش رو بذار خب میام اینجا همین کار رو میکنم میگم دیت رو بده بهم بعد دیت ما دو تای دیگه میخوایم یکیش از استور نیم هست و یکیش از کتگوری نیم هست اوکی خب یه سری ماجراها هم اینجا وجود داره که من حالا بهش کاری ندارم سیو این فعلا نشون میده به من و حالا بعد بیایم حذف و ویرایش و بقیه چیزاش رو درست کنیم مدارک در انتظار خب کجا نشون بده بیام سراغ پنل قسمت مدیریت قسمت مدیریت کجاست اینجاست بچه ها ببینید خب من میام یه قسمت جدید درست میکنم اینجا اضافه میکنم در واقع ما بالا رو در نظر میگیریم دسته بندی ها این بالا تنظیمات پایین باشه میخوام ترتیبش اینجوری باشه اگه اشکالی نداشته باشه البته خب اینجا میذارم کاربران خیلی خوب کاربران میشه یوزرز این رو فعلا ما کامنت میکنیم و این عزیز رو میذاریم چی بذاریم میذاریم فروشگاه ها که فروشگاه ها رو بخواد نشون بده اولی رو میذاریم مشتریان دومی رو میذاریم فروشگاه ها مشتریان رو فعلا به جایی وصل نمی کنیم فروشگاه ها رو هم فعلا کاری باش نداریم و اینجا میذاریم مدارک حالا بعدا برای هر فروشگاه مدارک تایید شدهش رو نمایش میدیم فعلا ما به در واقع تایید نشده ها کار داریم یا اینجا میتونیم بذاریم انتظار شاید این جالب تر باشه هر اسمی که شما دوست دارید میتونید قرار بدید دوستان عزیزم خب چجوری این رو وز کنیم میگیم از ادمین میایی به سراغ استور کتگوریز اوکی Save موردی که نیست و من میام یک ریبیلد اینجا انجام میدم ببینیم ریبیلدمون انجام میشه یا نه که حتما میشه و بعد بریم و یه تستی با هم دیگه بگیریم خیلی خوب ریبیلد انجام شد یه رفرش میکنم صفحه رو باید در واقع به سایدبار من یک گزینه کاربران اضافه بشه که شده انتظار و چیزی رو نمایش نداد چرا چیزی رو نمایش ندادی؟ خب دوستان اگر موافق باشید ما یک بار دیگه ریبیلد کنیم و بیایم سراغ ادمین شو استور کاتگوریز من فکر میکنم اشتباه زدم نه شو استور کاتگوری بله یه در واقع کاتگوری ما جمعش رو نوشته بودیم اینجا کاتگوری بود بعد آی ای اس میذاشتم به همین دلیل بود که باز نشد حالا اشکالی نداره دوباره اینجا بک میزنیم ما که شما رو اذیت کردیم حالا این یه بارم روش پوزش میخوایم بابت بی‌دقتی که انجام شد الان مجدد باید این استاد کار کنه خب میایم اینجا انتظار شده استور کاتگوریز بعد بشه شو استور کاتگوریز خب بچه‌ها ببینید الان دیگه کار میکنه قطعا نه بازم کار نکرد شو استور کاتگوریز چرا تو بارگذاری مدارک من نوشتم دیگه خیلی این دفعه اذیتتون کردیم بذارید شو استور کتگوری این میشه ادمین شو استور کتگوریز ما دیگه اینجا حالا درست میشه کار ما اجازه بدید ما توی پنل یک شو استور کتگوری داریم بذارید ببینم بله شو استو کاتگوری که این واسه بارگذاری مداره که پنل فروشگاهه ببینید ما اینجا اشتباه زدیم که پوزش میخوام از شما حالا دیگه یه ریبیلد کنم دیگه واقعا درست شد این هم از اشتباه لپی ما من میام دوباره کروم رو باز میکنم برمیگردم اوکی okay, خب اینجا حالا برای اطمینان یه رفرش میکنم دوباره میام و ببینید کاملا درست و صحیح کار میکنه من یه بار دیگه میام و بله خب چیزی رو نش... نشون نداده نمایش نداده به ما من اسکیول سرور نازنین رو باز کنم اگر شما عزیزان اجازه بدید منتظریم تا منجمنت استودیو باز بشه خب Connect شو بریم سراغ دیجی کالا دیتابیس دیتابیسز و این هم دیجیکالا این هم تیبل و استور کتگوری ببینید دوستان اینجا ما یه رفرش میکنیم در واقع ادیت میزنیم میبینیم که چیزی وجود نداره خب چجوری ثبت کنم باید اول با پنل فروشگاه وارد بشم و یه چیزی رو اینجا داشته باشم ثبت کنم درسته خب پس بیایم این کار رو با هم دیگه انجام بدیم من این رو میبندم و دوباره میام به سراغ اکانس لاگین خب فروشگاه کدوم بود فکر میکنم 901 بود ده ده ورود بله خب بیایم چیزی وارد کنیم اینجا بارگذاری مدارک جدید میگیم کالای دیجیتال خب بچه ها یک رو با هم بذاریم من اگه اشکالی نداشته باشه میام از خود کاور دیجی کالا استفاده میکنم چون عکس ندارم زخیره خب عکسم زخیره شد پنج شیش میام اینجا میبندم مجددا با مدیر وارد میشم اوکی میام سراغ کاربران در انتظار میبینم که 5699 فروشگاه تست یک اومده دسته کالای دیجیتال رو انتخاب کرده و خب طبیعتا باید یک چیزی اینجا به ما نمایش بده که ما بخوایم تایید یا عدم تایید انجام بدیم بهتر همون جایی که ما میخوایم تایید کنیم یا همون جایی که میخوایم مدارکش رو ببینیم تیک تایید یا عدم تایید وجود داشته باشه که دیگه یک بار مجبور نشه باز کنه ببینه دوباره ببنده بیاد حالا یه جای دیگه بخواد اون رو ویرایش کنه یه کمی کار کاربر رو اونجا سخت میکنه خب میریم در قسمت بعدی به ویرایش این مسئله میرسیم با ما همراه باشید